این گوشی که تو دست منه یعنی گلکسی اس 20 به مدت یک هفته گوشی من بود و من سعی کردم تا میتونم روش برنامه بریزم و تستش کنم تا بتونم یه تجربه کاملی رو به شما منتقل کنم. اسپانسر این برنامه‌مون سایت فلربو هستش که اگر دوست دارین از این استیکرهای جذاب و خوشگل برای پشت لپتاپ یا گوشیتون داشته باشین میتونین به سایت فلربو برین و این استیکرها رو برای خودتون انتخاب بکنین. 200 نفر اولی که از لینک توی توضیحات ما وارد این سایت بشن میتونن با کد تخفیف بینوشا 20% تخفیف بگیرن. گلکسی اس 20 همزمان با دو تا گوشی دیگه به بازار عرضه شدن. اون دو تا گوشی دیگه گلکسی اس 20 اولترا و گلکسی اس 20 پلاس بودن. این دو تا گوشی رو امیر و امین توی دو تا برنامه جداگانه کامل براتون بررسی کردن و شما میتونین هر دو این ویدیوها رو توی این لینک بالا که یه دایره سفید رنگ ببینید. قبل از اینکه توضیح راجع به این گوشی رو شروع بکنیم ممنون میشم اگه همین الان دکمه سابسکرایب کانال ما رو بزنین و همینطور اگر دوست دارین که هر بار ما ویدیو آپلود میکنیم شما اولین نفر باخبر بشین اون زنگوله کنارش رو هم یک بار کلیک کنید. اول از همه با ظاهر این گوشی شروع میکنیم که جنس پشتش جنس شیشه است و یه فریم آلومینیومی هم داره. این گوشی توی 3 تا رنگ به بازار عرضه شد. اولین رنگش کازمیک گری بود که یه توسی تقریبا تیر است. دومین رنگ کلاود بلوه که یه آبی خوش رنگ و کم رنگه. سومین رنگش همین رنگی که دست منه یعنی کلاود پینک که به نظر من جذاب‌ترین رنگ این گوشی دقیقاً همینه. یه چیزی که راجع به این گوشی خیلی دوست دارم این بازی رنگ‌ها یه حالت هالو و رنگین کمونی شدن پشتشونه که به نظرم خیلی جذابشون میکنه. متریال و کیفیتی که برای ساخت این گوشی استفاده شده دقیقاً همونیه که برای اولتراش استفاده کردن و حتی این گوشی تونسته تاییدیه IP68 رو هم بگیره. برای کسایی که نمیدونن تاییدیه IP68 چیه یه توضیح کوچیک بدم. این تاییدیه یه مقیاس جهانیه که نشون میده که گوشی شما ضد آب و ضد گرد و غباره و اینکه این گوشی با یه همچین قیمتی مثل گوشی‌های بالاتر از خودش این تاییدیه رو داره به نظرم خیلی نکته مهمیه. صفحه نمایش این گوشی یه صفحه نمایش سوپر امولد 6.2 اینچیه که همه چیزو خیلی خوش رنگ خوشگل بهمون نشون میده و زیر نور آفتابم به خوبی براتون کار میکنه. همونطور که گفتم تمام رنگ‌ها توی این گوشی بسیار شفاف و خوش رنگن و دقیقاً همون چیزیو که از یه صفحه نمایش سوپر امولد انتظار داری رو بهمون میده. یه نکته جالبی که این گوشی داره اینه که بین دو تا رفرش ریت به ما امکان انتخاب میده. وقتی که شما اولین بار این گوشی رو روشن میکنین رفرش ریتش روی 60 هرتزه که یه کیفیت QHD یا همون 1440 بهمون میده. ولی اگه شما هم مثل همین طرفدار رفرش ریت 120 هرتز باشین میتونین وارد ستینگش بشین و در قسمت دیسپلی رفرش ریت گوشیتون رو به حالت 120 هرتز تغییر بدین. ولی یه نکته ای که هستش اینه که اگر رفرش ریت گوشیتون رو به 120 هرتز تغییر بدین کیفیت گوشیتون به حالت FHD کاهش پیدا میکنه که همون میشه 1080 خودمون. نکته بعدی اینه که توی حالت 120 هرتز یه مقدار گوشیتون شارژ بیشتری استفاده میکنه ولی اگه طرفدار رفرش ریت 120 هرتز باشین این نکته خیلی براتون مهم نیستش. البته اینو بهتون بگم که من با هر دوی این رفرش ریت ها کار کردم و این گوشی به خاطر تاچ سنسیتیویتی بالایی که داره توی هر دو تا حالت خیلی روون کار میکنه و با کمترین تاچ میتونه یه گزینه رو انتخاب بکنه. سامسونگ جزو معدود برندهاییه که گوشی که ازش توی آمریکا میخرین با گوشی که ازش توی اروپا یا ایران خریداری میکنین مقدار کمی متفاوته. این گوشی که دست منه پردازندش اگزینوس 990 ولی اگه همین گوشی رو شما توی آمریکا خریداری بکنین پردازندش اسنپ دراگون 865 خواهد بود. البته اینی که گفتم به این معنی نیستش که این گوشی ضعیف‌تر از اونیه که تو آمریکا هستش یا کاری رو کمتر بر اون انجام میده. همین گوشی با رم 8 گیگش تونست برای من هر کاری که میخوام انجام بدم رو انجام بده و حتی بازی سنگینی مثل PUBG رو توی کیفیت HD به خوبی و خیلی روون اجرا کنه. تنها چیزی که در طول بازی و کارهای سنگین حس کردم این بودش که یک مقداری پشت این گوشی گرم میشه و این به ما نشون میده که توی کارهای خیلی سنگین یه مقداری گرما ایجاد میکنه. یه نکته دیگه هم اینه که این گوشی کامل اپ ها رو وقتی که شما از اپ خارج میشین یا از این اپ به اون اپ میرین اینا رو نمیبنده و توی بک‌گراند باز نگهشون میداره و این یعنی اگر شما یادتون بره که یه اپی رو کامل ببندینش همیشه یه مقداری از رمتون به اون اپ هایی که توی بک‌گراند باز هستن اختصاص پیدا میکنه.
یه چیز خوبی که راجع به این گوشی هستش اینه که این گوشی یه حافظه سریع UFS 3.0 داره که باعث میشه کاراتون خیلی سریعتر انجام بشن، مثلا اپاتون خیلی راحتتر رام بشن، یا حتی وقتی میخواین یه فایلی رو ذخیره بکنین این کار خیلی سریعتر انجام بشه. سراغ دوربین های این گوشی که یه نکته خیلی جذاب دیگه شن. پشت این گوشی 3 دوربین مختلف وجود داره که اولیش دوربین اصلی تونه که کیفیت 12 مگاپیکسلی داره. این 3 دوربین، دوربین اصلیش 12 مگاپیکسلیه، دوربین دوم اولترا واید 12 مگاپیکسلی و سومی تلفوتوی 64 مگاپیکسلیه. تلفوتوی این گوشی خودش میتونه تا 3 برابر زوم رو بره، ولی با کمک زوم دیجیتال و نرم افزار تا 30 برابر زوم رو براتون میره. ولی توی حالت 30 برابر خیلی نمیتونین ازش توقع کیفیت و جزئیات زیاد رو داشته باشین، ولی تو زوم های پایین تر عکس های قابل قبولی رو بهتون میده. دوربین های واید و اولترا واید این گوشی خیلی خوب براتون عکاسی میکنن و من خیلی از عکاسیشون راضی بودم. تنها نکته ای که داشتش این بودش که خود سامسونگ بعد از پردازش عکس و کلا با ادیتایی که روی عکس میره، اگر مثل من عکس رو خیلی واقعی تر دوست داشته باشین، با چند تا تغییر کوچیک میتونین اون عکسی که راضیتون میکنه رو با همین گوشی بگیرین. نکته بعدی راجع به این دوربینا اینه که توی تاریکی و بدون فلش میتونه باز هم عکس روشن و با نور کافی رو براتون فراهم بکنه. نکته بعدی هم دوربین سلفی این دستگاهه که به صورت یه حفره بالای صفحه نمایشتون قرار داره و کیفیت 10 مگاپیکسلی داره. عکسایی که با این گوشی میگیرین خیلی خوش رنگ و خوش کیفیت هستن و باز هم به نظر من خیلی عکساشون خوب بودش. در مورد فیلم برداری این گوشی باید بگم که شما میتونین با کیفیت 4K و حالت 60 فریم بر ثانیه فیلم برداری بکنین. همینطور این قابلیت داره که 8K هم باهاش فیلم برداری بکنین. ولی تو حالت 8K یه مقداری از تصویر رو براتون کراپ میکنه و اون رنگ و تصویر و اتوفوکسی که توی 4K و 1080 داریم و دیگه نداریم. یه نکته دیگه هم این که شما وقتی که 8K فیلم برداری میکنین، برای دیدن خروجی اصلی اون احتیاج به نمایشگر 8K هم دارین که خب همون اگر با 4K فیلم برداری بکنین به نظر من خروجی مطلوبتون رو میگیرین. باتری این گوشی یه باتری 4000 میلی آمپریه که یه شارژر تایپ سی هم به همراهش میادش. شارژری که سامسونگ توی جعبه این گوشی گذاشته 25 واتیه، ولی خود این گوشی تا شارژر 45 واتی رو هم ساپورت میکنه. البته این گوشی رو با شارژر وایرلسش هم میتونین شارژ بکنین که اون این گوشی رو با 15 وات شارژ میکنه، ولی اگه بخواید بقیه دیوایساتون رو با حالت پاور شیر این گوشی شارژ بکنین، شارژ 9 واتی بهتون میده. این گوشی دو تا اسپیکر داره که یکیشون این پایین گوشی و یکیشون در بالای گوشی قرار داره و یه پخش صدای خیلی خوبی رو بهتون میدن. یعنی اگر شما یک صدا یا یه آهنگی رو پخش بکنین و توی یه فاصله بیستین، کاملا صدا رو واضح و خوب میشنوین. این گوشی سنسور فینگرپرینت هم داره که توی صفحه نمایشش قرار داره که ممکنه یه مقدار نسبت به گوشی‌های دیگه براتون کنتر کار بکنه، ولی خب به خوبی واسه من کار کرد. سنسور فینگرپرینت این دستگاه سنسور اولتراسونیکه که بهتر از سنسور اپتیکال کار میکنه. البته این سنسور همونی که توی S20 پلاس هم استفاده شده بود و امین توی برنامهش اشتباهی اونو اپتیکال گفتش. حالت دیگه ای که باهاش میتونین گوشیتون رو باز بکنین فیس ریکگنیشن هستش که خیلی سریع ستاپ میشه و خیلی هم سریع گوشیتون رو باز میکنه. البته چون برای این کار از دوربین سلفیش استفاده میکنه، یه مقداری ممکنه خطا داشته باشه و مثلا با چهره یکی دیگه هم گوشیتون رو باز بکنه. بزرگترین مشکلی که من با این گوشی داشتم نبودن هدفون جک بودش که البته با خودش یه هندزفری تایپ سی هم بهتون میدن که خب من همیشه با این مشکل دارم که وقتی دارم گوشی رو شارژ میکنم نتونم از هندزفری استفاده بکنم. این مشکل هم ممکنه بگین که با هندزفری بلوتوثی حل میشه که خب بگذریم. در کل من از این گوشی جدای از اندروید بودنش خیلی راضی بودم و به نظرم با این قیمت گوشی خیلی کاملی بود. من سعی کردم که تا جایی که میتونستم این گوشی رو کامل بررسی بکنم و همه مواردش رو برای شما به اشتراک بذارم. ولی ما قراره تو پادکست این هفته صحبت‌های بیشتری راجع به این گوشی بکنیم و شما میتونید از طریق لینک‌های زیر به صفحه اپل پادکست و همینطور کست باکس ما برید و منتظر پادکست این هفتهمون باشید. نظر شما راجع به این گوشی چیه؟ اگر موردی هستش که ما توی این ویدیو نگفتیم یا سوالی راجبش دارین، یادتون نره که حتما این پایین برای ما کامنتش کنین.
اگر این برنامه دوست داشتین یادتون نره که ما رو توی یوتیوب و آپارات سابسکرایب و لایک کنید و همینطور میتونید با @مینوشکست ما رو تو تمام صفحات اجتماعی پیدا کرده و اگر دوست داشتین فالومون کنید.